السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محصلین محترم پانزه های طبی و بیننده های محترم تلویزیون چراغ آرزوی صحت و سلامت برای همه تان داره انشالله که در سردی های زمستان زیاد هم خانک نخورین من داکتر عبدالستار زرداد خدمتتان قرار دارم و انشالله که فیزیولوژی را براتان تندازه که یاد دارم تدریس میکنم ادامه برنامه توریکی ما شما در روز گذشته خواندیم روی ممبران پوتنشل و اکشن پوتنشل بوده اگر یاد نام نیست ویدیوهای قبلی ما را برین در یوتیوب سرچش بکنین و پیدا کنین بخش اکشن پوتنشل ها. یا ممبران پوتنشل در اونجا باز یک ریویو برین باز بحث به درس جدید را گوش کنین بخاطر ازی که تا او درسای گذشته نفهمین نفامین باز درسای نو نمیفامین در مورد ممبران پوتنشل ما صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که ممبران پوتنشل به کدام شکل است در کدام حجرات ایجاد میشه از نظر فیزیک اساسات فیزیکش به کدام شکل هست و بالاخره یک حجره اگر قابل نفوذ بر پوتاسیم باشه ممبران پوتنشل مثلا در منفی چند میرسه اگر به سودیم باشه پوتنشل گفتیم مثلا تا به مثبت 61 خودشان میرسانه که تماما از روی بحث فیزیکی بوده که یک چینل باز باشه بسته باشه با کدام شکل و بالاخره آخرین صحبت را که داشتم روی نرس لا بود نیم قانون نرست که بازم فرمول نرست ما برتان بیان کردیم که مثبت منفی 61 تقسیم زید ضرب لوگ کنسنتریشن انساید تقسیم کنسنتریشن اوتساید و ایره گفته بودیم که ما نرست پوتنشل در یک دو طرف غشا زمان پیدا می کنیم که یک آیون باشه اگر یک غشا باز قابل نفوذ بر چندین آیون بود همزمان خب مطمئن می فهمین که اگه چارچ مثبت و یکی منفی چندین آیون میشه که باز اونجا یک فرمول دیگی داریم به نام گلدمن اکویشن هست که باز اونجا به حساب نرست پوتنشل یا الکتروموتی فورس را پیدا میکدیم او یک فرمول نسبتا واسه و کلان داره که بحث ما و شما نیست آخرین بحث ما هم تا اینجا بوده امروز میرم سر از این صحبت میکنم که ممبران پوتنشل ما شما میتونیم با کدام سادگی و با کدام اندازه چی کنیم اندازش کنیم بسیار ساده بیان میکنم طوری که به نظر بگیرین محترمینی که اینی یک دانه حجره باشه مثال میگیم یک دانه حجره باشه گرچه از نظر تیوری خود کتاب هم میگه بسیار ساده است گفتنش اما اگر در پرکتیس شما به و واقعا اندازه کنین بسیار مشکل است به خاطر که ای یک حجره بسیار کوچک است و چطور تو میدونی مثلا در دو طرف غشاب پتانسیل چی کنی اندازه کنی اما در کل ما و شما تئوری بحث میکنیم بحث پرکتیکالش هم میمونیم برای کسایی که کارا را میکنن در ما او شما نیست تا که شما یک بگیرین مثلا این یک ای چی باشه یک دانه گه ولت متر باشه اندازه چی رو نشان میده پتانسیل دو طرف غشا یک لاین ازیره بسیار ساده شما در بیرون غشا واقع بکنین یک لاین دیگه هم در کدام قسمت در داخل دالت عادی به طور مثال یا برای شما نشان میده اینی چی را صفر اگه ایسو این مثال مثبت نشان بده ایسو به این چی را منفی زمانه زمانی که شما زمانی که شما یک لاین ازی ولت متره یا را می میگیرین در بیرون غشا قرار میتین و یک لین دیگه زیر میگیرین به طرف داخل غشا قرار میتین چون میفهمیم ما و شما که بین بیرون و داخل یک تفاوت پتانسیل یا تفاوت چارچ برقی وجود داره این می تفاوت پتانسیل را که بر شما در اینجا نشان میده تقریبا منفی چند میلی ولت است 90 میلی ولت خوبی موضوع را در ذهنتان جایگزین کنید کسی از ما پرسان میکنه که بس چطور اندازه میکنیم که گرچه باز هم میگم پرکتیکل ما زور خودم هم نمیکشن نقشتیات هست اگر بگویم که ما این کار میتونم در کل اگر به حساب تیوری بگویم چه تو اندازه میشه یک دانه ولت متر یا گلوانومتر بگیرین یک قطب بگیرین در بیرون غشابانین یک لاین دیگه شده کجا در دا داخل و ای بر شما تفاوت را که نشان میته منفی چند نشان میته منفی 90 میلی ولت همین بحث منفی 90 میلی ولت یک کمک باره باز ذهن ما را روشن می سازد مورد ازی که بگوییم منفی 90 میلی ولت بر ما نشان می که داخل حجره برابر و 90 میلی ولت منفی تر است نسبت به کجا بیرون حجره پس رسون ده باشم انشالا دوری که اینمی منفی 90 میلی ولت تفاوت پوتنشل یعنی درقت در پوتنشل دو طرف غشار رو نشان می ته و این بر ما و شما نشان می ته که داخل حجره برابر به 90 میلی ولت داخل حجره برابر به 90 میلی ولت نسبت به بیرون منفی تر است این این از شما در ذهنتان بندازه حال سوال پیدا میشه که رستینگ ممبران پتانشال چطور ایجاد میشه سر بباشین پیش از یک سر رستنگ صحبت کنم امی چطور ایجاد میشه منفی 90 میلی ولت را که ما در حالت عادی پیدا کردیم اول یک جمله که بانم در ذهنتانی که اینی ما یک حجری را که در حالت رست است صحبت میکنم سرش. رست به معنای ازی ای که این حجره ما کاملا در حالت استراحت است ما دو حالت داریم در حجرات یکی حالت استراحتش است یکی حالت اکتیو است نه حالت فعالشان ما از حالت فعال صحبت نمی کنم ما از چی صحبت می کنم رست حجره کاملا استراحت است اصلا کدام به حساب تغییر چارت دو ایجاد نشده در حالت استراحت وقتی که ما پتانسیل پیدا کردیم چقدر پیدا کردیم منفی 90 میلی و جالب چی یک عنوان ما شما میتیم کورا ما و شما نامش همه مانیم آر ایم پی اکس پرسان ما که چی مانا میتا میگیم رستنگ ممبران پوتنشل ممبران پوتنشل یعنی پوتنشل حالت استراحت غشا پوتنشل حالت استراحت اگر ما را بگن رستنگ ممبران پوتنشل چیست میگیم اینه آیا اینی حجره ما کاملا در حال استراحت هست؟ بله آیا کدام تغییر چارچ جد شدن؟ نه خیر ما در حالت استراحت در دو طرف غشا پوتنشل رک پیدا کردیم منفی 90 میلی ولت است اینه می رک ما در دو طرف غشا پیدا کردیم در حالت استراحت برابر به منفی 90 میلی ولت اینه می رو ما شما نامش همی مانیم چی؟ رسنگ ممبران پوتنشل گپرسان سند باشم پتانشالی که یک حجره کاملا در حال استراحت است و از نظر برقی هیچ فعالیت نداره در اونو حالت این پتانشال پوتنشل میشه حالا ما و شما میخوایم بفهمیم که اینی رسنگ ممبران پوتنشل ما و شما در یک حجره چطور به وجود میه سر از صحبت میکنم این پاک میکنیم ما RMP ام نشته میکنم بخاطر از یکی دگه تو بحث میفهمی RMP یا پوتنشل استراحت یا رستنگ ممبران پوتنشل در مورد از که رستنگ ممبران پوتنشل چی هست و چطور به وجود یک چند بحث بسیار ساده رو ما و شما انجام بیتیم کتاب هم موتور خوب همونطور قدم به قدم ها پیش رفته من در مورد از این میبرتان پیش میرم و کل جمله را باز یک نقطه بیان میکنم توجه بکنین محترمین یه طور فکر بکنین که این یک دانه حجره باشه مثال میگیم یه طور فکر بکنین که این یک دانه چی باشه حجره باشه و این حجره ما و شما یک دانه چنل داریم برازی یک دانه چینل چنل داریم این چنل ما و شما طور عیار شده و طور مثال شما در نظر بگیریم مثلا بسار بخشین چنل امنی اشتباه میکنم یک دانه پمپ هست پمپ یا کریر پروتین است. طوری که پمپ ما شما ما و شما نام از ایره میمانیم سودیم پوتاسیم پمپ و انشالله که را خوب سهی دقیق ما و شما بسار واسه خاندیم این سودیم پوتاسیم پمپ در این حجر عمل میکنه طور در این عمل میکنه که دو دانه آیون پوتاسیم مثبت به حجر داخل میکنه و در نتیجه سه دانه آیون مثبت سودیم از حجر چی میکنه خارج میکنه گیر وقتی که من نو سر ترانسپورت میکنیزم ها صحبت میکدم در اونجا براتان در مورد از چی پمپ حجره بسیار واسه صحبت کرده بودم گیر نامش همون آنده بودیم سودیم پوتاسیم پمپ یا سودیم پوتاسیم ای تی پی ایز اگر یادتان باشه گفته بودیم وقتی که این دو مالیکول پوتاسیم در اینجا نصب میشه سه سودیم در اونجا نصب میشه بازی یک مولیکول ای تی پی را میگیره یک مولیکول ای تجزیش میکنه با مالیکول ADP جمع فاسفید جمع چی؟ انرژی اونو انرژی را پمپ مصرف میکنه یک تغییر تطابقی در این چینه پمپ ایجاد میشه و در نتیجه دو پوتاسیم به حجره داخل میشه و سدان سودی هم از حجره چی میشه؟ خارج میشه یادتانه از یک بحثی که اینی پمپ دو کار میکن دو کار میکن دو وظیفه داشت ما برتان یک کم کمک اتر یادوار میشون توری که یکی ولیم حجره را کنترل میکرد ولیم حجم حجره را کنترل میکرد چرا ما گفته بودیم که سودیم خودش قصه امی سودیم آب قصه لیلی و مجنون است نی توری که اما اگر قبول کنیم سودیم مجنونش قبول کنیم خیلی لیلیش باز چی میشه آب میشه دیگه در جایی که از سودی هم صحبت میکنم در اونجا از آب صحبت میکنم این بحث از نیم این رو ببینین اول چطور این ولیم کنترل میشه اگر این نمی پمپ ما و مو شما فعالیت نمیکرد مثال میگیم یک تکرار بحث گذاشته ما است طوری که اینی یک دانه حجره است این حجره وقتی که فعالیت میکنه در نتیجه فعالیت از این سودیم از حجره خارج میشه سودیم که از حجره خارج شد به امرای خودش از حجره چی رو هم خارج میکنه به شکل از موس آبم نه دیفیوژن آب صورت میگیره و آب از حجره خارج میشه اگه اینی پمپ ما و شما فعالیت نکنه این پام که فعالیت نکرد سودیمکا در کجا کنسنترت اه... میشن تجمع میکنند در دا داخل حجره ای که در دا داخل حجره تجمع کرد به همراه از یک مقدار کافی چی تجمع میکنه آب غلظت آب در داخل حجره زیاد میشه مقدار آب مولکولا زیاد و زیاد و زیاد بالاخره مرحله میرسه تا یک سبب برس یا کفیدن یا پاره شدن خود چی میشه حجره در حالی که وقتی چه قدر در داخل حجره غلظت آب زیاد میشه اینی پمپ هم زیاد میشه این پمپ که همو زیاد شد همو قضیات سودی هم میکشه با امروی سودی هم مقدار کافی آب از موس میشه یا دفیوز میشه که در نتیجه کوشش میکنه که حجم داخل حجره رو چی کده باشه؟ حفظ کده باشه یک وظیفه وظیفه دومی که اگر یادتان باشه پمپ پام داشت وظیفه یک, یک اگر ما و شما نامش هم میماندیم پمپ پامپ الکتروجینیک پامپ یادتان هست یعنی پمپ چی برقی ای که با کدام شکل بعد زیگ وقفی کتابه میکنم دوباره برگشتیم ما عزیز روی چه صحبت میکردیم؟ سر سودیم پوتاسیم پمپ صحبت میکردیم سر زینی پمپ گفتیم که دو وظیفه داشت یکی که حجم یا فولیم حجره را کنترل میکرد و وظیفه دومی از الکتروژینیک پمپ است نه یک پمپی است که سبب ایجاد تفاوت پتانسیل میشه الکتروجینیک پمپ بعضی چطور هست؟ توری که سعی کنین وقتی که پمپ فعالیت میکنه گفتیم که دو دانه پوتاسیم داخل میکنه در حال که سه دانه سودیم از حجره چی میسازه خارج در حقیقت، حجره دو دانه مثبت گرفته سه مثبت از دست داده توجه دارین بگه دو دانه سودی گرفته سه دانه بسیار ببخشین دو مثبت گرفته و سه دانه مثبت چی کده از دست داده و به طور مثال اگه این پمپ ما و شما صد مرتبه عمل کنه صد مرتبه در واقع حجره دو صد دانه پوتاسیم میگیره و سه صد دانه سودی از دست میتن خیلی صد دانه چارچه مثبت خودش چی کده ده اینجا از دست داده وقتی که تو یک بحث میشه در واقع داخل حجره مثبت ها را زیاد از زیاد داده داخل منفی میشه بیرون مثبت به مو خاطر ما نام از میمانیم پمپ ما بحث ما کدام بحث است؟ رستنگ ممبرون است پوتنشل غشاب در حالت استراحت این پمپ چی رول داره؟ اینمون بحث از دیگر خواص الکتروجینیک هست من اینجا بحث میکنم توری که وقتی این پمپ ما فعالیت میکنه ما در داخل حجره مثال گفته بودیم آیون های چی را مولکول های چی را داریم امینو اسید داریم ایون های داریم سلفیت داریم ترکیبات مختلف پروتین داریم و اینا همگی بر ما و شما چارچ چی داره منفی زمانی که حجره مثبت از اس میتا چارچ های منفی در داخل حجره تبارز میکنه و داخل حجره نسبت به بیرون حجره منفی میسازه ما پتانسیل بسیار وسیع صحبت به خاطر میگنم که بحث جنجالی است و تو که میتونی عمیق را گوش کو و یاد بگی بخاطر خاطر از ازی که به خیر وقت ما در می میرسیم مثلا ما در قلب میرسیم گراف قلب تشریح میکنیم تمام از این موارد یک یک رابطه مستقیم با 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 با, با ریسینگ پتانسیل و اکشن پتانسیل بازی ان شاء الله در زمانش توجه خاطر کنید این حاله وقتی که اینی پمپ ما فعالیت میکنه در نجه فعالیت از اینی پمپ ما سی سودی هم دادیم دو پوتاسیم داخل شد نی؟ داخل حجره چی میشه منفی اما آخرین زور را که میزنه این را فکر کنین که یک نرو هست یک دانگک عصب است یک حجری عصب است نرو و یا یک نیورون بگویمش به این قسمت اینی پمپ ما وقتی که فعالیت میکنه آخرین درجه منفی بودن را که در داخل حجره ایجاد میکنه منفی چهار میلی ولت است منفی 4 میلی ولت هزی اضافه نیست خود گفتین این والله عجب این منفی چهار میلی ولت دیگه چطور در حاله که ما وقتی که در حالت استراحت رسنگ ممبران پوتنشل محاسبه کده بودیم منفی چند میلی ولت بوده منفی 90 میلی ولت یعنی داخل حجره نسبت به بیرون برابر به 90 میلی ولت منفی بوده در حالی که اینی پمپ فعالیت میکنه خطرناک پمپ هم 60 تا 70 فیصد انرژی یک حجره را مصرف میکنه این پمپ با تمام فعالیت خودش داخل حجره برابر به 4 میلی ولت نسبت به بیرون منفی میسازه این خودش در ذهن تان یک کنسپت ایجاد میکنه که بر علاوه از این پمپ حتما کدام سیستم دیگه وجود داره که داخل حجره منفی 4 نی برکه چقدر بلند میبره الا منفی 90 میلی ولت بلند میبره اول میایم سر از اون موضوع میکنم میگنم که با کدام شکل است اینی پمپ اول فعالیت کرد قبل از اینکه سر منفی چار از جام صحبت کنم یه یک, یک گپ میزنم این پام وقتی که فعالیت میکنه به حساب سودیم و پوتاسیم در بیرون و داخل یک تفاوت ایجاد میکنه چطور؟ مثال ما شما دیگه گپ هم میفهمیم که غلظت سودیم در بیرون حجره زیاد است غلظت سودیم در داخل حجره کم است چی ایجاد کرده؟ سودیم پوتاسیم پام. دوره که سودیم ها آره را کشید کشید برعکس در مورد پوتاسیم ای گپ میزنیم که غلظت پوتاسیم در داخل حجره زیاد است در حالی که غلظت پوتاسیم در بیرون حجره کم اینجا کم اینجا زیاد اینجا کم اینجا زیاد دو آیون سرچبه اکثرا از پیشتان گدود میشه خیر از چندین بار که تکرار کنین در ذهنتان میشینه این تفاوته تفاوت آیون ها اینساید و آو آوساید برای ما چی ایجاد کرده؟ سودیم پوتاسیم پمپ این سودیم ما را خارج میکنه سودیم که از وجره خارج شد خیلی در بیرون زیاد میشه برعکس پوتاسیم ما را داخل میکنه خیلی غلزت پوتاسیم در داخل وجره چی شده زیاد اگر از نظر مقداری صحبت کنم اینطور بیان میکنه کتابتان میگه سودیم مثال در بیرون حجره است 142 میلی اکوالنت 142 میلی اکوالنت پر لیتر در حالی که غلظتش در داخل حجره تقریبا 14 میلی اکوالنت پر لیتر است اگر از پتاسیم با صحبت کنیم با اساس فعالیت تزینی پمپ نی اگر از پتاسیم حساب کنیم در داخل 140 میلی اکوالنت پر لیتر است در حالی که در بیرون حجره غلظت پتاسیم تقریبا 4 میلی اکوالنت پر لیتر است وی باز ما و شما را بسیار خوب کمک میکنم یعنی پمپ فعالیت کرد در حجره ای پمپ تاوری فعالیت کرد که ما را به حجره داخل کرد ما را از حجره چی کرد؟ خارج ساخت در نتیجه فعالیت عزیب هم تفاوت اینها در دو طرف غشای های ایجاد شد طوره که سودیم در داخل حجره کم در بیرون زیاد طوره که در بیرون 142 میلی اکوالین پر لیتر است در حال که غلظت سودیم داخل حجره 14 میلی اکوالین پر لیتر و از پوتاسیم برعکس داخل زیاد بیرون کم طوره که در بیرون 4 میلی اکوالین پر لیتر در حال که در داخل 140 میلی اکوالین پر لیتر ایجاد حالی مبارک ها برای ما و شما چی میکنه؟ بسیار کوتا رویش دینی قسمت برتان تشریعات میدون <coughs> یک دانگ یک بسیار مقبول شما در نظر بگیره مثلا ما مقبول با خاطر میگم که کل فعالیت بدن ما و شما روی از اینمی میپیچه بگن و انشالله که تو بحث مرم از روی از اینمی بسیار دقیق توجه خواهد کردی توری که این یک دانگ حجره است و این حجره در داخل فوق العاده غلظت بالای چی را داره سدیم از پتاسیم در بیرون غلظت بالای سدیم داره دی این حجره یک دونه یک داره این چینل چنل ما شما نامش میمونیم چی پتاسیم لیکی چینل دیگه با فهمیدی که اینی پمپ فعالیت کنه و در نتیجه غلظت پتاسیم در داخل حجره زیاد است اینه کوکو پتاسیم ما در بیرون کم است در داخل زیاد اینجا ما شما یک دانه پمپ داره یک چنل داره با مزرد یک دانه یک چنل داره یک دانه هم نیدگه البته میلیون ها دانه یا صد ها دانه چنل داریم و این که موش ما شما خاص بر چی ساخته شده برای پوتاسیم اینی چنل که ساخته شده ما این نام میمانم نام از این میمانیم پوتاسیم چنل خواب توجه بکنید پوتاسیم چنل دگان کتابکا، البته دگان نید در تمام کتابک ها این نامش هم میمانن پوتاسیم لیک چنل پوتاسیم لیک چینل یا پوت... های لیک بدون دروازه چی بگوی پوتاسیم چینل چی بگوی پوتاسیم لیک چینل هر دویش یک بحثه بر ما بیان میکنم حال توجه بکنین چون غلظت پوتاسیم در داخل حجره زیاد است و غلظت پوتاسیم در بیرون حجره چی است کم است یک تندینسی یا تمایل وجود داره که پوتاسیم باید از حجره چی شوه خارج شود هر وقتی که پوتاسیم از حجره خارج میشه هم به این شکل یک چینل رسم میکنم اما گپای گذشته ای ما اینجا تکرار میشه در نجا پوتاسیم دیفیوز میشه پوتاسیم که دیفیوز شد پوتاسیم چارچ چی داره؟ مثبت. حجره های مثبت از دست میتن های مصبت, مصبت ها که از زد ها 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 میره داخل حجره منفی شده میره این منفی میره کلان 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 بالاخره این میره سه در منفی 96 میلی ولت در چند خودش هم میره منفی 96 میلی ولت در حالی که رسنگ پتانسیل ما و شما است منفی چند میلی ولت منفی 90 میلی ولت سوال پیدا میشه که عجب این منفی 6 90 چی رو سیل منفی که بر پتاسیم است و همچنان اینجا سیل کنین منفی 90 که رسنگ پتانسیل است خیلی حجره پر میبل بر چی نبوده دیگه پر میبل بر هم نبوده بر لوی ازو بعد یک دیگه هم دقیق قسمت چی باشه موجود باشه این چی است جالب چی جالبی که یک بحث سرچپه میکنه چطور ای حجره یک دانه پام داشت ای پم فعالیت کرد پوتاسیم ها را داخل برد سودیم ها را خارج کرد غلظت پوتاسیم داخل حجره زیاد شد ما اینجا یک دانه چینل داریم که نمی چینل نامش هماندم سو... پتاسیم چینل یا نامش هماندم پوتاسیام لیک چنال. و در نتیجه پوتاسیم دیفیوز شد از داخل به بیرون پوتاسیم چارچ مثبت داره داخل حجره چون مثبت ها را از دست داد گپ از این منفی کشید وقتی که پوتاسیم ها خارج شده میرن خارج شده میرن خارج شده میرن ها پوتانشال ده چند میرسه ده منفی 96 میلی ولت بگم یک گپ میفهمین وی که اینی چینل های ما و شما تنها قابل نفوذ برای پوتاسیم نیست اینا که اصلا قابل نفوذ برای سودیم هم, هم هست اینا که از قابل نفوذ برای چی هم هستن برای سودیم به مو خاطر اینا را در بعض کتابک ها به نام سودیم پوتاسیم لیک چینل میگن ب نام چی یاد میکنن سودیم پوتاسیم لیک چینل هم جالب در کجا جالبی که اینا مثلا برای پوتاسیم صد مرتبه اضافه تر هستن قابل نفوذ نسبت به سودیم خب توجه کنید نمیفهم به حساب ریاضی چطور نشتش کنم اگر شما مقایسه کنین مثلا اینی سودیم باشه دی طرف هم چی رو مقایسه کنین پوتاسیمه اگر اینا یک آیون سودیم انتقال بتن یک آیون سودیم در مقابل قابل نفوذ بر چند آیون پوتاسیم هستن بر صد دانه آیون پوتاسیم هستن این چینل تاوری ساخته شده که فوق العاده پرمیبل برای پتاسیم است 100 مرتبه 100 فولد اضافه تر پرمیبل برای پتاسیم است نسبت به سدیم به عبارت دری گفتم اگه یک دانه سدیم اجازه بدهن در واقع 100 دانه پتاسیم چه میکنه اجازه میدم اوله ما شما اگه فهمیده بودیم. می ای که سودیم در بیرون حجره غلظت بسیار زیاد داره برعکس سودیم در داخل حجره غلظت بسیار چی داره کم داره و از اینی چینلکا میتونه که سودیم دیفیوز شوه به طرف داخل حجره میتونه نمیتونه کاملا دقیق و اینی سودیم ها میتونن که داخل شوه سودی داخل شما اگر اینمی چینل قابل نفوذ برای سودیم باشه سودی هم میایه به طرف داخل میایه به طرف داخل میایه به طرف داخل و داخل حجره را چی میسازه مثبت میسازه ایناله احتمال ازی ای وجود داره که اگه اینجا پوتاسیم خارج نشه تنها و سودیم بیا ما و شما خوانده بودیم که الا مثبت چند میرسانه پوتنشل داخل حجره را مثبت 61 در حالی که اینجا سودیم داخل میشه اما در مقابل مقدار کافی چی خارج میشه پوتاسیم حجره یک مقدار زیاد مثبت از دست تا یک مقدار کم مثبت در این قسمت سودیم رو برای خودش دوباره چی میکنه میگیره مگم جالب در کجا که اینی اگر تن و خارج شوه پوتنشل حجره میشه منفی 96 اگر تن سودیم داخل شوه پوتاسیم خارج شوه تنا اگر سودیم تنا داخل شوه پوتنشل حجره میرسه مثلا به با با با, با چند با مصبت 61 میلی ولت در حالی که اینی چینل طور ساخته شده که همزمان پتاسیم هم میگه بیرون برای همزمان یک مقدار کم سودیم هم میگه چیکو داخل داره یک مقدار کم سودیم هم میگه چیکو داخل داره چه جالب جالب در کجا وقتی که پتاسیم خارج میشه و در مقابل سودیم داخل میشه این چینل طور ایار شده که, که برای پتاسیم صد مرتبه نسبت به سودیم قابل نفوذ است خیلی وقتی که برای پوتاسیم 100 مرتبه نسبت به سودیم به این مانا که مقدار زیاد پوتاسیم میتونه خارج شود در مقابل مقدار کم سودیم میتونه که چی شود داخل شود اینی هر دور خط میزنیم خاطر چی خط میزنیم؟ اگر ما و شما ختم نمیزنیم ما و شما دو دانه اکویشن داشتیم اگر یادتان باشه یکی ما و شما نرست اکویشن داشتیم فرمول نرست بود یکی ما و شما گلدمن اکویشن داشتیم که در دا اول برنامه رو صحبت کردم نرس اکویشن مثلا ما الکترون فورسه فرسه تنها برای سودی محاسبه میکنم نرس پوتنشل برای سودیم اما اگر اینجا سعی کنین ما یکی نرس پوتنشل برای سودیم هم همچنان برای چی داریم پوتاسیم چندین آیون شد اگر ما این از روی چی محاسبه کنم از روی گولد منکویشن محاسبه کنم پوتاسیم که خارج شده سودیم هایی که داخل شده بالاخره نرس پوتنشل از یار اگر من محاسبه کنم منفی بسار معذرت منفی اشتاد و چند میلی ولت میشه منفی و 6 میلی ولت یکی ای اینی با کدام شکل ایجاد میشه از اینکه وقت برنامه تمام هست اینه نمیتونم که امروز بیان کده باشم یعنی این موضوع در برنامه بعدی ما مردم شما تعقیب کنین اینال کل شباز برتان جمع میکنم و بیان میکنم تا برنامه بعدی همه رو به علای پاک و بینیاز مسپاریم خداوند حافظ و ناصرتان